بسیار جد تشکر از همکاران بسیار عزیزم. سلام و خوش آمدین به ویژه برنامه یک دهه طلوع. یک دهه شد که طلوع در افغانستان دریچه نور و نوید را به خانه خانه این سرزمین باز کرده است. یک دهه شد که ما با صدای نو آغازگر فضا و هوای نو در تاریخ رسانه های کشور شدیم. طلوع هم برازنده ترین صدای آزادی بیان و هم زنده ترین فضای سرگرمی. مهمانان و بیننده های عزیز، خوش آمدین به برنامه گرامی داشت از دهمین سالگرد رسانه آگاهی، آزادی و سرگرمی. طلوع، یک کف محکم با افتخار خود شما. نگفتیم بر ما. برای تمام هموطنای عزیز ما، برای تمام علاقمندای عزیز تلویزیون دوست داشتنی طلوع که در طول 10 سال با ما همراه بودن، قدم به قدم برای هر یکتان مبارک باد میگیم. بخیر باشین. و امشب ما مجیب عارض با همکار ده سالیم هدی همدرد میزبان یک دهه طلوع هستیم و امشب ما دهمین سالگرد را در حال تجلیل میکنیم که همکار و دوست خوب 10 ساله ما و خبرنگار برجسته جامعه رسانه ها و مطبوعات کشور مجاهد کاکر در یکی از شفاخانه های آلمان به دلیل داشتن بیماری بستری است. برای سلامتیشان دعا میکنم و آرزو دارم که وضعیت صحیحشان بهبود پیدا بکنه. خب، یک دهه گذشت. یک دهه امو مطلب و هدفم از 10 سال است. 10 سال برای میفهمم که به نظر شما زیاد میآید یا کم میآید؟ زیاد است یا کم است؟ عزیزم
بالاخره 10 سال 10 سال است. اگر ما 10 سال خوش بگذرانیم، من فکر میکنم 10 سال 10 روز است. اگر خدای ناخواسته در طول 10 سال ما رنج و درد و غم داشته باشیم، من فکر میکنم 10 سال 10 قرن حساب میشن. ولی ما خوش گذشتاندیم با طلو. بله، در این 10 سال یک تعداد از همکاران ما که کودک و نوجوان بودن جوان شدن و یک تعداد دیگر که جوان بودن حال یک تار موی سیاه در سرشان پیدا نمیشه. اینی گپه که مجیب جان خودت گفتی قلبم کم لرزید، به خاطر که وقتی گفتی کودک بودن خودت به خاطر ما آمدی، به یاد ما آمدی، به ذهنم. وقتی گفتی که جوان بودن دلم لرزید که ما بودم شاید. و هدف ما از احمد پوپل است که این وقتا ما که میبینیم موی سرش همش سفید شده، اما نه، هنوزم جوان است و تمام همکاره ما جوان است. خب علی جان، در این قسمت چی داریم؟ خب دوستان عزیز، میریم با هم یک جا میبینیم 10 سال جادوی طلو را در خوشه تصویری 5 دقیقه ای. البته گنجانیدن یک دهه فعالیت خستگی ناپذیر و نوین در چند دقیقه مشکل نه که ناممکن است، اما ما کوشش میکنیم که دریا را در قطره و کهکشان را در ستاره ببینیم. میریم با هم یک جا ای بسته تصویری سفر 10 ساله جادویی طلو را با هم میبینیم. برنامه امروز در آنجا که وفا را می فروشم، به حال نوبت میرسه به کدام آهنگ؟ به دنیای بالیود میریم، با یکی دیگر از برنامه های ورزشی در خدمت شما عزیزان باشیم. قسم با یک پسر جوان خود برخورد میکنه که فقط بگه که دشمنش است. و من توانستم در وزن 5 در 72 کیلوگرم مقام 3 اخبار در طلوع. اخبار در طلوع. برو خانه تلویزیون بگیرم. میباشه طلوع؟ خب بگیرم. اخبار طلوع منعکس کننده وقایع روز افغانستان و جهان. چرا شما پیشتر گفتیم که این واسطه است یا رشوت؟ هم واسطه است هم رشوت است. من افغانستان خدایار نگانه بسیواده خود مسیکینه بخی بسیواده. ستاره اوغان شکاب همدرد. بفتخارشان امید التاف. بیراری از مورزای رضایی. خنده بازار. با امید این که مسئولین در این قسمت اجراءات جدی نمایند. و این شطرنج خودش یک چانس است. چانس است، به این شک نیست. حالا چانس با شما یاری کرد. شاید ها، من با فکرم کار دارم. با دور دوم برنامه رزم و بزم خوش آمدین. ای میدان و تای میدان. حاجی میرویس خان نیکه اته کاله پاچاهی وکړه. های میدان و تای میدان. اوس باندې برنامه گنجینه. بچه جان در توی تو خورمه چلو بکار است. خورمه چلو بکار است. امو بهترینه که در 4 بخش
علم قرائت و تجوید از خود درخشش نشان می ده، او را به شما معرفی کنه. زیادتر شما را به انتظار نمیگذاریم، به خاطر اینکه نه گاز است نه تیل است. صاحب اینجا ما را خنک زده. ویلکم تو دی بوسن، وقت برای نیوز اند روسکه و یزک اند آب و خاک العربیه. من بگم خوبش که دی پیدا بود. غزل سالات می آو بر شما اول ناهنگ برنامه را اجرا میکنم. تشکر خوشبخت احساس میکنم که خدا در بین شما عزیزا میافم. سه اشتراک کننده ناشنا باید با هم یک جای کار کنند در چهار مرحله. رنگ سال 2014 کدام رنگ است؟ سید افغانستان خو بنفش است. درد جدایی دل ناله داره. چکل قربانی تو نه هوای اوزی هغه بډی دنګری. من هم آرزوی برادر من همین بود که من تا که یک فوتبالر خوب شوم در جامعه خود خدمت کنم. یک کف بازم این دفعه بر ما. ده سال جادوی طلوع را در یک خوشی تصویری دیدین و با دیدن این تصاویر باور کنین که یادهای همه ما خیلی زیاد تازه شد. بله. بخصوص از هدیه جان. نه تنها یادهای ما و خودت مجیب جان، که کسایی که امیل ازه تماشا میکنن برنامه را یادهایشان تازه شد. من فکر میکنم همونطور که شما گفتین، کسایی که خرد بودن بزرگ شدن، کسایی هم ازدواج کردن، کسایی هم به جاهایی رسیدن. بالکل امی یادها و خاطرات ما امرای مردم، امرای بینندهای ما هم مشترک هسته. بالکل طلوع همان گونه که در زمینه آزادی بیان، بالش و گسترش فکر و فرهنگ ابتکار داشته، مهمترین گلوی برای صدای ملت بوده است. بله، صدای اکثریت خاموش، صدای جامعه مدنی و صدای صداهایی که خواهان تغییر بودند. در این بخش از برنامه از رئیس شبکه‌های نشراتی موبی گروپ در افغانستان، از مسعود سنجر خواهش می‌کنیم که برای استیج بیایند و داستان خود طلوع و موبی را بر ما قصه کنند. با افتخار مسعود سنجر. سلام به همه. مسعود جان خوش آمدین. شما شما بخیر مسعود جان. زنده باشید. شام همه دوستا بخیر. امروز ما براتون قصه یک جوان را میکنم که تمام زندگی خود به افغانستان سپری کرده و جز تاریخ 13 سال ترقی جوانان در افغانستان بوده. وقتی ما در سال
2003 وارد جنگ فرهنگسازی و تحول رسانه‌ای در افغانستان در کانون به نام آرمان شدم. در او وقت طلای وجود نداشت. با ایجاد طلا در سال بعدش و با گذشت یمه سالها من احساس میکنم که ما همراه طلا بزرگ شدیم. افتخار دارم که نسل که با طلا بزرگ شده نسل آگاه‌تر و نسل دموکراتیک‌تر بوده باشند. در این خانه ما 11 سال زندگی کردیم و از خانواده‌ام بیشتر باش پیوند نزدیک داشتیم. طلو افغانستان خانه ما ساخته و نخبه های زیادی را در 10 سال تربیت کرده که برای رشد رسانه‌های دیگر در کشور کمک کنه. فکر میکنم که مکتب طلو تحول بزرگ اجتماعی را در افغانستان سبب شده که مردم کشور ما دیگر بدون اطلاع رسانی نمیتونه زندگی کنند. از خبر تا ورزش و فوتبال، از موسیقی تا تفریح و خنده، این همه یک تغییر غیر قابل برگشت در افغانستان است. این خانه تنها برای ما دنیای از فرصت‌ها نبوده، صدها جوان دیگر فرصت‌های مشابه یا بیشتر از این فرصت داشتند در این کانون و به قله‌های بلند پیروزی در زندگیشان رسیده. این همه از یک تیم بسیار خرد و انگشت شمار آغاز شد که ما هم بخش از اون تیم بودم. شبکه‌های موبی گروپ حال نه تنها در افغانستان بلکه در منطقه فعالیت داره. گروه رسانه‌ای موبی گروپ امروز 3 شبکه تلویزیونی در افغانستان داره. اولین شبکه خبری در افغانستان بنیان گذاشته، 2 رادیو و 1 کمپانی بزرگ تولید در افغانستان داره که ما اضافه تر از 14 ساعت برنامه در روز تولید میکنیم و بخش دوبلاژ ما بزرگترین دوبلاژ در دنیا است. ما اضافه تر از 20 ساعت روزانه دوبله میکنیم، نه تنها به افغانستان بلکه به شبکه‌های دیگه موبی گروپ به سراسر دنیا. امروز موبی گروپ برای جوانای مثل ما در کشورهای دیگه هم فرصت می‌آفرینه، از امارات متحده عربی گرفته تا ایران، پاکستان، هند، عراق و یمن. آغاز این موفقیت‌ها افغان‌ها بوده. مثلا در شبکه ما در عراق جوانان و متخصصین افغان از کابل رفتن تا این شبکه را بسازند. این افتخار نه تنها به تلوس بلکه به تمام افغانستان است. ما سپاسگزاری میکنم از مردم افغانستان و از نسل نو افغانستان که با طلو بزرگ شدند و کمی ها و کاستی های ما را تحمل کردند. ما متعهد هستیم و سخت کوشش میکنیم در ایرا و طلو متعلق به این ملت است. با گذشت 1 دهه طلو، طلو بخشی از تاریخ کشور ما شده و خودش هم یک نهاد تاریخ ساز. تشکر از حضورتان. زنده باشین. خیلی باشین. سلامت باشین. مسعود جان چطور است که از دل ما گرداننده های تلویزیون آمدی که پیش روی تماشاچی ها، پیش روی میمان ها 10 تا کمره گپ زدن؟ من فکر میکنم رادیو همیشه آسان تر بود از تلویزیون. حداقل سر من امروز نکتایی پوشاندن. بخیر باشین. بسیار تشکر از رئیس شبکه های نشراتی موبی گروپ در افغانستان مسعود سنجر و این صحبت ها و داستان های مسعود جان مرا احساساتی ساخت و میال دلم شد که استاد گلزمان رو دعوت بکنم و یک آهنگ زیبای از استاد گلزمان رو بشنویم. به افتخار استاد محترم استاد گلزمان. مننه. سلام. با گل غنده های با
گلی ورزو چنم دریم لاس رکا و گلی ورزو چنم دریم پا گل گوندی های پا گل گوندی در غوا دوری میلی دیزا جوڑوا لاس رکا و گلی ورزو چنم دریم لاس رکا و گلی ورزو چنم دریم بگل گوندی های بگل گوندی در غوان جوری مینی دی زان جوڑه و لاس رکا و گلی ورزو چین اندری دی لاس رکا و گلی ورزو چین اندری دی بچا پلاش کسر گلونا آها Chhatri chudkadi ameluna la 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 Da chapar mekha da chapar mastani da nizul bi khwari di za judwa la sraka wa guli warzu chinandari di la sraka wa guli warzu chinandari di bagul gundi hoy bagul gundi dar gawan judi mili di za بگل گوندی های بگل گوندی در غوان جوڑی میلی دی زان جوڑا و لاس رکا و گلی ورزو چی نندری دی لاس رکا و گلی ورزو چی نندری دی زان جوڑا و گلی ورزو چی نندری واه واه ماشاءالله استاد خو صد سلامونه دیر زد خیر اغلاش پم بخیر استاد سندری همیشه خکولی دی او تاسو سندری او ردیلی دی ننش پیدا دی گلگونده لپارو ویلا او استاد گلزمان هم حقا سوک دی چی ده تلو ده پیل سخه دی زمونگ سر همکار و او تاسو لیدلی و چی ده افغان ستوری ده خبروانی ده بندسط اخودون که سخه هم یا استاد گلزمان ده خو استاد گلزمان توله زړه کړه خو خپل همداسې ماشاءالله ځوان پاتې دی تشکر دې نه مننه د سری از جوه زیات تعریف مشنوم و خیلی خوشحال هستم که از نزدیک دیدم استاد ډیر مننه تاسو خوشاله اوسئ ژوند دی اوسئ زه ډیر خوشاله نن چې نن دې اتلو لسما کلی زده او په دې کې ما اشتراک کړل ټول دوستان دلته راغلي دي او ما ځنه چې زه سندره ویل دی خو اوریدلې دا سندره کاش کې به نوې سندره مې ورته لیو خو بیا دا سندره ټول خوخیږي تاسو انتخاب دغه او زه ډیر خوشاله یم نن او ډیر مننه تاسو نه کوم چې تاسو ژوند دیو شما همیشه زنده باشین سلامات باشی سلامات باشی خدای خدای پمان په دې لچ استاد نیوی نیوی سندره هم جوړه کیږي چې مینوال ډیر زیاتې کنانو مجبور وي چې د پخوانی سندره هر زل تکرار تکرار واورو خو بیا هم واقعا ډیر خوله دي خب و حالا دوستای عزیز از یکی از فیلم سازا یکی از سینماگرای که واقعا هر یک ما و شما به وجودش افتخار میکنیم یکی از نخبه های افغانستان را دعوت میکنیم تا چند لحظه صحبت بکنن آقای صدیق برمک از شما خواهش میکنیم و حال طلوع را در آینه گفتاری صدیق برمک میشنویم قربانتان
من به تمام دوستا خوش آمدید میگم و فکر میکنم وقتی با 10 سالگی طلوع میبینم آرام آرام اسم میکنیم پیر شدیم، ولی 10 سالگی واقعا کار آسانی نبوده. کودکی که آرام آرام بزرگ شد، من حداقل شاهد لحظات بسیار دشواری بودم که این رسانه نوپا تانست آرام آرام برای خودش نام کمایی بکنه. اگر امروز از من به عنوان یک سینماگر بپرسن که بزرگترین دستاورد این جوانا و بخصوص رسانه جوان طلوع چیست، میگم باور و اعتماد مردم. مطمئن باشین امروز از هر گروه، از هر قشر و از هر لایه جامعه اگر بپرسین به طلوع یک اعتماد عجیب غریب دارن. من احساس میکنم که این باور و اعتماد آنچه که ما سینماگرها حتی گاهی وقت در آرزویش میباشیم که کاش به فیلمای ما اعتماد بکنن، کار آسانی نبوده. اگر یک دوربین پشت پرده می بود، پشت صحنه را می گرفت، آدم اسم می کرد که چگونه ای جوانا تلاش ورزیدن، شب و روز زحمت کشیدن، در برابر دی و دد استاد شدن و با شهامت استاد شدن و از آزادی بیان و دموکراسی و دموکراسی نوپا واقعا دفاع کردن. آدم یک حس عجیب غریبی بهش دست می داد. من واقعا با غرور گفتم می تانم که طلوع دریچه بود، باز شد به طرف آزادی و گسترهی بود برای همگی اونایی که خودشان میتونستن بیافن. امروز طلوع تانست با تمام امکاناتی که در دست داشت افقهای جدیدی را برای جوانا، برای 70% این جامعه باز کرد. و من به این فکر هستم که ما در عرصه‌های مختلف طلوع امروز تانسته فرهنگ سازی بکنه، امروز تانسته استعدادهای جدید و شاگردهای جدید به جامعه تقدیم بکنه. ما در عرصه سیاست من احساس میکنم یکی از کارهای بسیار عمده و مهم اساسی دیگه که واقعا طلوع تانست، یک مرز میان خودسانسوری و سانسوری که در وجود ماها، ما نسل یک دوره بسیار اختناق تانسته بود ما را در درون خود ما بکشه، طلوع تانست این اعتبار و باور با ما بده که ما میتونیم حرف دل ما را بزنیم. ما به یادم میاد یک حرفی از استاد پرتو نادری یک بار گفته بودیم که بعد از سقوط طالبا تعدادی از روشنفکرای ما، حتی اونایی که با ادبیات و شعر دسترسی داشتن، با 500 واژه همه چیز گردان میکردیم. ولی طلوع به عنوان یک رسانه این موقعیت و این فرصت به همگی داد تا بتانن آرزوهای دلشان آزادانه بگویند. امروز یک آدم در روی سرک وقتی استاد میشه و مایک طلوع در رسانه های دیگه در مقابلش قرار میگیره، میتونن در برابر این رسانه ها از آرزوهایشان حرف بزنن، از او آرزوهای نهفته که گاهی وقت شرمشان میامد یا حیا میگرفت سرش صحبت بکنن. من برای طلوع تبریک میگم. 10 سالگی را، 10 سالگی که من به نظر من یک شبه راه 100 ساله را پی بودن، واقعا تبریک میگم برای همه شما، برای تمام خانواده رسانه ها و خانواده بخصوص سینماگر. فقط یک خواهش دارم، امیدوار هستم یک روز شاهد یک شبکه طلوع سینما باشیم انشالله و بتانیم فیلم های جدید و فیلم های خوب و حتی تولید و پرودکشن فیلم داشته باشیم. و امید از این روز بازم برای همه شما تبریک میگم، برای تمام دوستایم، برای وطندارا، برای اونایی که امروز طلوع را در سراسر دنیا میبینن، این 10 سالگی را تبریک و فرخنده میخوانم. امیدوار هستم که 20 سالگیش هم شاهدش باشیم بخیر. شما مرا بچه فیلم بسازین، باز طلوع سینمایی هم میسازین. 5 کیلو دیگه هم وزن کم کن انشالله. تشکر میکنیم از فیلمساز و سینماگر نامدار کشور ما صدیق برمک. و در لابلای گفته های آقای برمک، چیزهایی به ذهن ما آمد، اونا از کمبودی ها، از کاستی ها، از ضعف یادآوری کردن. واقعا وقتی آدم چیزی کاری را تازه آغاز میکنه برمیخوره به بسیار مشکلات. خدا را شکر که به خیر گذشت و ما به 10 سال پشت سر گذشتاندیم. وقت از میهن سخن بگوییم، سرود او در ذهن ما جاری میشود. هنرمند که درفش آوازش بر ستیق موسیقی میهن ما موج میزنه و حال هم استاد عبدالوهاب مددی میآید. با افتخارشان.
عشق تو افتخارم، وطن در رهد جان نثارم، وطن خاک پاکت بهشتم، وطن گلخنت لاله‌زارم، وطن خاک پاکت بهشتم، وطن گلخنت لاله‌زارم، وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهد جان نثارم، وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهد جان نثارم. شکم بر شکوهت به از دور بود سنگ کوهت، وطن عاشقم بر شکوهت به از دور بود سنگ کوهت، و من هر کجایی که باشم توی جان فضا عیبی دارم، وطن قلب من هستی من بود رگ رگم پر ز خونت، وطن قلب من هستی من بود رگ رگم پر ز خونت، ز تو همچو گل بشکفد دل اگر در خزان یا بهارم، وطن در رهد جان نثارم، وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهد جان نثارم، وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهد جان نثارم، وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهد جان تشکر میکنیم از استاد محترم استاد مددی که واقعا یک کوه هستن برای موسیقی افغانستان. سپاسگزار هستیم استاد از شما. زنده باشین، بسیار ممنون شما، محبت شما زیاد، خیلی ممنون از دعوت شما. مددی صاحب، این بار چندم شما باشه که امی آهنگ هم میخوانین و بر چند نسل این آهنگ خواندین؟ خواهش میکنم، شماره بیرون شده تقریبا در داخل و خارج کشور. من فکر میکنم این آهنگ از جمع آهنگ هایی است که شعرش در رگ رگ وجود همگی مثل خون جاری شده. و من هر وقت این آهنگ میخوانم من خیال میکنم که دارم عبادت میکنم و من یک نوع عبادت شده اجرای سرود وطن. آهنگ دیگه ندارم که بخوانم، فقط همیست. واقعا استاد تشکر میکنیم از استاد عبدالوهاب مددی از اینکه امشب در برنامه مهمان ما شدن. اجازه بدین که 10 سالگی تلویزیون شما را تبریک بگویم با آرزوی پیروزی های باز هم بیشتر شما. تشکر. سلام باشین. بخیر باشین. دوستان با ما همراه باشین. حال یک وقفه داریم، پس از وقفه باز هم ویژه برنامه یک دهه طلوع. باز هم شما را خوش آمدید میگیم با ویژه برنامه یک دهه طلوع و سپاسگزار هستیم از اینکه ما را بیننده هستین. وقت
طلوع میدان رنگین بود برای بازنمایی نابترین استعدادها در بخش‌های هنر، ادبیات، فن در افغانستان. در این راستا ستاره‌های سرزمین ما با هم همدم و همقدم پیش رفتند. یکی از اونها هم هنرمند زیبارو و شیوا صدا آرینا جان سعید هستند و در این قسمت من خواهش میکنم که بیایند و دلها را بار دیگر به جشن جوش و جوانی مهمان کنند. به افتخار آرینا سعید. اگر بالم شکستم دهانم را ببستم و اگر دیو زمانم سر راهم نشستم، نه دلگیرم نه خستم، زهر بندم گسستم، به زندانم نسازم، منم آزاده رستم. نه اون بید ضعیفم که ترسم دارم برسمم، ز تصمیمم نگردم، بی حسن زخم و دردم، به قامت استوارم، به افکارم
آرینا جان سعید هنرمند زیبارو و شیواصدا امشب در برنامه هم مهمان هستند و پس از این هم میزبان میباشند. آرینا جان در آغاز خوش آمدین، شامتان بخیر. سلامت باشین، تشکر مجیب جان. اولتر از همه سلام بر تمام میمانای عزیز که تشریف دارین اینجا. خوشحال هستم که چهره های خندان زیبا را در پیش خود میبینم و یک سلام گرم و پر از محبت بر تمام برنده های تلویزیون تلو. سلامت باشین آریانا جان، من فکر میکنم که شما از جمع بانوهایی هستین که تارهای حنجره تان موسیقی است. سلامت. خب به یاد دارین زمانی که اولین بار به افغانستان آمده بودین، اولین کنسرتتان در تلویزیون طلو بود و بعد از او چقدر شما محبوب شدین، چقدر علاقمندایتان زیاد شد، آیا به یادتان است؟ واضح است که به یادم از این کنسرت که یعنی معرفت رسمی ما بر افغانستان و مردم افغانستان اولین بار از طریق کنسرت شد که تلویزیون تلو بر ما برگزار ساخته بودن و واقعا کنسرت هیچ وقت فراموش نخواهد کردم، به خاطر که مثل گفتم معرفت رسمی به افغانستان از طریق امی کنسرت شد و در غیر از او همیشه یعنی تلویزیون که است که همیشه حمایت کردن، همیشه محبت دادن، برنامه های بسیار زیبا ما همراهشان داشتیم. واقعا خاطرات بسیار خوب و افتخار میکنم، یعنی واقعا افتخار میکنم که ما تانستیم یک حصه کوچک از این فامیل عالی باشم که به نام تلو است. و مطمئنم که آهنگ گل سیبتون کسی فراموش نمیکنم. تشکر میکنیم آریانا جان از شما. سلامت. این آریانا جان از استعداد خود شما بود. در تلو فقط یک کمه که استعداد داشته باشی و یک کمه دیگه هم تلو نفر عوام دوا بالا میکنه. نه واقعا مجیب جان من بالکل هم نظر هستم، یعنی تمام هنرمندای دیگه که میلزه مرا میبینن یا میشنون هم مطمئن هستم که هم نظر هستن که واقعا هر کسی که از طریق تلویزیون تلو معرفت پیدا کرده در افغانستان، هر کسی که بوده اگر یک آهنگ یا دو آهنگ یعنی واقعا مثل بموره کفیده در افغانستان. بیدین از بخش هنری تعداد از همکاران ما شما دیدین که بعد از اینکه به تلو آمدن به کجاها رسیدن، یکیش خون نزدیک بود که رئیس جمهور شود، شاید کم مانده بود، چیز نمانده بود، رسیده بود. ای که از طلو میرن پارلمان و شورای ولایتی، ای خو برای زیاد شکر البته ای باعث افتخار همه ما و شماست و ما خیلی سپاسگزاری میکنم از هر همکار نازنینم که تمام نخبه ها اینجا شیشتن و میخندن که انشاءالله لحظات بعد با اونا هم خواد بودیم. خب دوستا حال یک وقفه کوتاه داریم، پس از وقفه با ویژه برنامه یک دهه طلوع باشین و دو تن از همکاران سابق ما را بر روی استیج دعوت میکنیم که حال بسیار به مشکل سلام ما را و علیک میگیره. ده طلوع یوال اسیزی زنگری خبروانی تا شرقل است، تاسو ده خبروانه پجونده بنه لطلوع سخه گوری تروس می داده و تلیو چې تاسو وایم چې دا پښوندې باندې خبريږي، هغه ځکه چې ډیر زیات هیجاني او احساساتي و ما د شیبا ز مجيب عارض او از ما ګران همکار آریانا سعید ستاسي کوربایو و تشکر میکنم از آریانا جان که امی افتخار داد که ما د پالی جان استاجم. مجيب جان شما خودتون افتخار همگی ما هستید. تشکر. و در این قسمت از برنامه بکتاز جان سیاوش نماینده مردم در پارلمان و خاطره اسحاق زی وکیل پیشتاز شورای ولایتی را بروی استیج دعوت میکنیم تا ای که اونا میرسند یک بسته تصویری و چند لحظه بیادمندنی بکتاز سیاوش را در طلوع میبینیم. درود، تماشاگر کنکاش از تلویزیون طلو هستید. من بکتاش سیاوش هستم و تا پایان این مجموعه برنامه یک ساعته با شما خواهم بود. عمل دیده کیوی میره آقا که آغاز دیگه گدل دخمتا دا به سلام پورنده کل سر در مرد رزم درانو میدن کل شر اغلا پا سر که آقا غارم کلا چه از ما در شوهر سخم پیدا چه غارم در جوان نسل آواز و وز بکتاش سیاوش نماینده مردم در پارلمان و خاطره اسحاق زی وکیل پیشتاز شورای ولایتی لطفاً تشریف بیارن. بفتخارشم. و باید این آمدن ماشاءالله و امشب بسیار خوشحال هستیم که
شما مهمان هستین؟ خب اینجا چهار نفر یک جای میستاتین. چی تو معلوم شما؟ هر چهار ما یک جای. بغلا جان خوش آمدین. و راستی ایدم باید تبریکی بتم دیگه، روز چهارم عید است، بخصوص برای خاطر جان که حتما خدا میفهمه تا روز چهلم شاید دیر تجلیل کنه. کار ودان زهم خپل سلامونه ټولو ناستو ملمنو او د سست تلویزیون لیدونکو ته او تاسو ته وړاندې کوم. بیا هم اختر پاتې د اختر مبارکي هم درته وایم. په زمین کې د ټولو تلویزیون چې واقعا د ځوانو استعدادونو د هغه منبع ده، نو د هغه لسمه کلیزه تاسو ته هم او د ټولو تلویزیون ټول لیدونکو ته د زړه له کومې مبارکي وایم. سلامت اوسئ و نړۍ مننه. خاطرې جانې میخوایم از بکتاش سیاوش در آغاز بپرسم، باز پیش از یک سوال جواب تیم میفهم بسیار گپ داری او گپایتم باز بگو. اما میخوایم پرسال بکنم که دوست داریم که شما را امو وقتی که بکتاش جان میگفتن امو وقت خوب بود و حالا که و یا حالا که بکتاش خان میگن شما را، چون یک وکیل پارلمان هستین. بسم الله الرحمن الرحیم. ما دهمین سالگرد تلویزیون طلوع را برای همه دستاندرکاران تلویزیون، برای بینندگان تلویزیون، برای کسانی که چنین موفقیت بزرگی را در افغانستان پایه‌گذاری کردند که امروز ما شاهد دهمین سالگردش هستیم، تبریک میگم. و اجازه بدین که ایره صراحتن بگیم که هنوزم مرکز بکتاش خان نمیگه، هنوزم امو بکتاش جان هستیم. و ما که به پارلمان هم رسیدیم، یک بخش کلان کارش برمیگرده به این که مردم مرا به عنوان یک گرداننده به تلویزیون دیدن. و هنوز خوشحال هستم که امو مهر و محبت مردم وجود داره و هنوز امو بکتاش جان هستم و بکتاش خان نشدیم. ولی در مورد این که طلو نقشش در کار ما و زندگی ما، طلو برای ما یک خانواده بوده. بخش از زندگی ما را اگر در پرورشم خانوادیم نقش داشته، بخش از امی زندگی را طلو به عنوان یک خانواده در دامانش پرورش یافتیم در امی عمر کوتاهش. و طلو به عنوان یک مکتب برای من مسیر زندگی ما که کدام سمت و سو باید داده شوه تعیین کرده. به این دو خاطر ما طلو را خانواده خود میدانم و مکتبی میدانم که مدعو پرورش یافتیم. و ماشاءالله بکتاش سیاوش از روزی که نماینده پارلمان شده بسیار زیاد صحبت هم میکنه و بخیر مکل سایبا زیادتر شنامه تو میباشه همی که داخل پارلمان میشن دیگه. یک بحث است که ما دو تا چیز با هم یک جا شده. مجیب جان گپتانم نگیرم، حرفایی که اینا همیشه میزنن ما از طریق یوتیوب اینا همیشه میشنم، واقعا حرفاشون شیرین است، دلچسب است و همگی به بسیار گوش شنوا و به بسیار خوبی میشنوا گپایتان. واقعا برای ما آرینا جان باید برای خاطر جانم تبریکی بگویم که وکیل پیشتاز در انتخابات شورای ولایتی امسال بوده، اینا بر تبریک میگم. البته که این خوشایند هیچ تاثیر طلوع خود اینجا نبوده، برنامه خود تاثیر نداشته. کارمدن سکمان ما مخ که هم ویل چه طلوع تلویزیون در جوان نسل در غروشت یا من بده او زه هم حقا و رزمی کلا هم نگیری شکل چه ما طلوع که امتحان ورکی او زه بریالی سرم از ما لمری پرگرام پا اصلاح خبرون اوچ پا ما بانی لایف ویلی دی او ما پا حقا کش پرس دلی خلطی کرده هیچ کلا می نهیری شو. ولی حقا سخت کار چې په اصطلاح ټولو را باندې کاو په هغه وخت کې به کېدای شي من هیڅ دی او کارمند را باندې بد لګې ده. هاو ما به ویل چې ټولو تلویزیون کومه ورځ به چې زه ټولو تلویزیون څخه استعفا ورکم. ولې کومه ورځ چې ما استعفا ورکړل تاسو باور پختایو کې چې هر لحظه چې مال ته تیر کړی در په یادې شمه او نن ورځ چې زه کوم مقام ته رسیدلی نو په دې کې تقریبا 80% د ټولو رولو چې زه وکولای سوم د خپل ټولو هیوادوالو په سرونه کې خطرې سختې و وسم ها همیش د هغوی په سر کې دومره خوشاله و ما چې حداقل ما وکولای سوم زه خپل د ملت اعتماد راي هم تر لاسه کړم. ډېر مننه. غیبت دیم پکې وکړ په دې خبرو کې په یادې. و آرینا جان گفتی کدام خاطره بکتاش جان پرسان میکنی؟ بله بله، من میخوام بفهمم بکتاش جان که شما یک خاطره که از طلوع داشته باشین و حتی برای دوستای طلوعتون نگفته باشین هنوز. من بجا میدانم که از یکی از برجسته ترین خبرنگاران دهه اخیر خبرنگاری در افغانستان، چه در طلوع و چه در جامعه رسانه‌ای افغانستان، مجاهد کاکر یاد کنم. و این خاطره خاطره مشترک هر دوی ماست. آرزو دارم پروردگار هر چه زودتر صحت شه
برش بر بگردانه و ما شاهد حضور دوبارهش، حضور سبزش در تلویزیون طلوع باشیم. یکی از روزا در انتخابات سال 2009 دو ستاد انتخاباتی را خواسته بودیم نماینده هایشه و ما یک کلیپ را بر اینا میگذاشتم، پلی میکردم که دو تا حرف متناقض بود از یکی از نامزدا. مثلا یک بار میگفت که چون این کار نشده، وقتی فشارهای بین المللی آمده بود میگفت که درست است میپذیریم چون این کار شده. ما برای می عضو ستاد میگفتم که کدام یکی دو حرف درست است؟ او میگفت که هر دوش درست است. من میگفتم نه، اینا دو تا حرف متفاوت است، چون خودت عضو ستاد هستی فکر میکنی که یکی است. گفتم من میرم به مهمان دوباره برمیگردم. البته روش یک مقدار امی چکلی داشتیم. کاکر صاحب به گوش ما صدا کرد که امی مهمان زیاد فشار نتی. ما به او خاطر سوال ناکرده دوباره برگشتم، گفتم من سوال از شما میپرسم برای که بفهمانم که من این کار را میکنم. وقتی گفت که بکتا جان از پشت خواهش میکنم، فشار است، مشکل است، امیر درک کن. ما گوشی را کشیدم و بیرون انداختم، اما بحث جریان داشت و دیگر رابطه ما با مرکز قطع شد که بالاخره چه قسم وقفه بگیریم. میگه با ما این سوال که ختم شد گفتم یک میان برنامه میگیریم. بیرون شدم و نکتایی من باز کردم و برآمدم به کوچه که میرفتم طرف خانه. من کاکر صاحب گفتم که خودت میتونی برنامه را پیش ببری. یعنی کاکر صاحب با مو بزرگی که داشت آمد و مرا عذر کرد و گفت که من منظورم این نبود که تو چی سوالی باید بکنی، منظوری بود که حداقل همین شرایط در نظر بگی. یعنی آدمی بود که همیشه برای ما راهنمایی میکرد که چگونه باید در راه خبرنگاری پیش بریم. به او دلیل ای بجا بود که این خاطره را با نام مجاهد کاکر پیوند بزنیم که نامش در عرصه خبرنگاری در جامعه رسانه‌ای افغانستان همیشه درخشان خواهد بود. یک سوال کوتاه که وقتی شما ژورنالیست بودین دولتی‌ها از شما حراز داشتن و حالا که شما خود شما دولتی شدین، آیا از ژورنالیست‌ها میترسین یا نه؟ همین اساسی ترین نکته را پرسیدین که در افغانستان، در سایر کشورهای دموکراتیک دنیا، اگر رسانه‌ها رکن چهارم هستند در دموکراسی، مطمئن باشین که در افغانستان رکن اول رسانه است و آزادی بیان است و این افتخار بزرگ بر افغانستان است. باور به خدا داشته باشین که ترسی را که از ما به عنوان یک خبرنگار، یک مقام مسئول داشت، از یک وکیل پارلمان فعلا نداره. والا از برادر ما میترسن که یواسیا باشه. بسیار تشکر میکنیم از بکتاش سیاوش، نماینده مردم در پارلمان و خاطره ساغزی، وکیل پیشتاز شورای ولایتی، و با عرضی موفقیت بیشتر شما هستیم. سلامت باشید. یک کف مکم برزنا. اما وقت حساب پاک است، از محاسبه چی پاک است؟ به خاطر هیچ وقت باید ما هیچ از این ژورنالیستش نمیترسم. ما از خدا میگم یک نفر بیاد من مصاحبه کنه، از من سوال پرسان کنه، اما هیچ نمیکنه. به خاطر که خودت هم ژورنالیست هستی. با فکرت باشه آرینا جان که اونا دیدی که نتاقای طلوع ماشاءالله کجا رسیدن و بعد از این برنامه ما فکر میکنم که شما هم خودت به یگان وزارت کاندید بکنید. بله یاد خواهم. خب و در این قسمت از برنامه میمونان عزیز و بیننده های تلویزیون طلوع توجه شما را جلب میکنیم با یک بسته تصویری. وارینا جان شما ببینین که همکاران ما و ما یک برنامه را به چقدر سختی و مشکل میسازیم. شما اون خودتان ببینین. سلام دوستای عزیز، ما در شهر کابل هستیم و در شهر نو و در شهر نو بسیار نسبت از دیگه بازارا کده بازار ازی پر جوش است و بسیار قیمتی در بینر زیاد است. یک جوره بوته میتا در 7000 افغانی، یک جوره پیرانتون بانا میتا در 8000 افغانی و یک دانه قلم اگر شما بخرین در 500 افغانی به دست میارید. کریم دندان و امرای برسش در 500 افغانی به دستتان میارید و در زمین از فروشات زیام بسیار زیاد است. اینی هم دیگه بیادر قند ما سرش موی داره، عقل نداره، ایچ همی تو از تیر شد دیگه یک قدر فکر نمی کنه که برنامه است. خود دوستای عزیز
این ای هم نداره خندم اونم میبینه که کلی خشک خدا گرفته این تو خشک کلیش است اون روز تو تیر شد کلگه که خشکش چشمکش هم مینک مینک سرمه هم کده بود اونا نفهمید که برنامه است یک کسی پیدا شو مصاحبه کنن بیشان مصاحبه کنن سنگه یو مصاحبه کنو کهی خیر ده بچیش منفکی گم یو مصاحبه کنن ای ورور یو خیر خیر ده خوب استی جان جور سید خوب خواه برو رفتم بی یک مصاحبه که که بیادره من قربان رو چه من به خدای ممن فکر میشه مرا ماشه مرا بگردانه برای خاطر برنامه زیر پایت مفتم بجه یک مصاحبه که که خیلی قربان شم زیر پایت مفتم بیادر به خدا مرا من فکر میکنه ماشه مرا بگردانه یک مصاحبه بیادر خیر است ای بیادر یک مصاحبه میکنیم ای بیادر به خدای بی مرا ماشه مرا میگردانه برنامه ما میمانه قربان چه بی بیادر یک مصاحبه دوستا ما یک شهروند خود و منتظر ما مانده ما پیش معذرت میخواییم و بدر بسیار زیاد میبخشیم اول نام مبارکتان اسم بابای سلو کارمند اداره مرکزی اسایه بسیار خوب بسیار خوب بدر قند یک بدر قند ما دوباره قیمتی اگه ببین یک بدر ما ماش ما رو میگردانه یک دوست عزیز یک دوست دیگه خدا گرفتیم که ای برادر ای ماش ما رو میگردانه یک مصاحبه میکردی یک مصاحبه میکردی او جولا البته که این قسم نیست این فقط ایرا ابراهیم عابد همکار خیلی خوب ما جنبه شوخی داده بود رانیا جان مجیب جان امکان داره که شوخی بوده باشه ولی من خودم شاهد از این هستم که در تلویزیون طلو کسایی که اینجا کار میکنن در پشت صحنه چقدر زحمت میکشن با امکانات بسیار کم یعنی ما در تلویزیون های خارج از کشورم بودیم رفتیم و دیدیم که اونا چی چیزا دارن در تلویزیون خود با کدام امکانات بالا کار میکنن ولی واقعا شما بسیار زحمت میکشین من شاهدش هستم به این خاطر ما میخواهیم که از طرف خود شما برای تک تک کسایی که در پشت سر تلویزیون طلو زحمت میکشن کف ما کم بزنین لطفا و ما از مردم عزیزم بسیار زیاد تشکر میکنم خب بیشتر تصاویری که دیدیم جنبه شوخی بیشتر داشت اما باور کنین که به نام طلو ما و یا هر کدام از همکارای ما وقتی که میرن به بیرون از دفتر، ولایات، شهرها، خارجات، ولسوالی ها همیشه مردم بسیار زیاد همکاری میکنن، حمایت میکنن و همین حمایت مردم عزیز ماست که ما امروز توانستیم این برنامه خوب و پربیننده را برای مردم عزیز ما بسازیم خب آرینا جان پس از وقفه چی داریم برای یک وقفه میگیریم منتها بعد از وقفه یک هنرمند بسیار دوست داشتنی محبوب هنرمند بسیار خوبه که پشتو میخوانن اسمش را بگویم یا نگویم مجیب جان نمیگم نه نه بگوین خیره نه نمیگم بعد از وقفه میبینیمشان
نشان دی هر وقت خدمتگاری ما استاد میلیاری ما تا بندی ما یه نیم استاد و سرکنب گاری ما استاد میلیاری ما سرو مالتی جانان از استاف رخ ساری ما استاد میلیاری ما استاد میلیاری ما پزوره د هوا د تکړه او هوګجی به سندرغاړي بریالي سم دی په ویار ډیر مننه شکر لکتاو شالشه جوړایم مو کوړه وبم مو څخهله چای مو وکو څخهله اولين پلان ته لودا کار کړي او تاسو کوم ورورو چک چک کوي سم دی سه تاسو دیام مخام په خیر وی ډیر مننه تاسو نه مننه ډیر خوند وکړو چې زه تاسو سره یې مدلته او تاسو ما سندری ویلې ډیره مننه کوم و باید فراموش نکنیم کې آهنګ ما ته جانان وایا سمدی سه همکور خیلی مشهور شده بود بله همکور دوران آرمان بله بله سمدی سه بیا زمزمه کته ونه کې په نور باندې غږ ما نه دی کړی ځکه چې پتا زیات دې بار لرم په ژوندۍ توګه خزم زمزمه البته ما ته جانان وایا همو آهنګ نو دلته ډیر خخ هنرمندان ناشتي ډیر خواګه خلک ناشتي او زمنګ تکړه تکړه هنرمندان ناشتي خاغله همنجان چې رباب غي هغه هم ناشته ما تخکاری تاسو نور مرګر دوستان ډیر خخ سندرغاړي راغلي دي چې اکثر سندرغاړي ته چې هارمونیم ورسره نه یا موزیشن ورسره نه نو هغه ډیر مشکلات سره زمانہ کمزې زیاتې کمې کیږي زب بخنه غواړم ټول په اجازه باندې مهرباني سر بیا غشان وایا بیا غشان وایا بیا غشان وایا چاته چاته مات جانان وایا مات جانان وایا مات افغان وایا ډیر مننه کوم سمانی صاحب تاسو کې دشي مهرباني وکړه د خبرونی لیدونه خواند واخلی او اوس د خبرونی په دې برخه کې ماشاءالله زموږ همکاران او د تلو کورنۍ ډیره لوی ده په دې برخه کې موږ د دوو نورو تکړه همکارانو ویندویانو څخه هیله کوو چې د سټیج سر ته راشي مصطفی عزیز یار تا که نامه شنه نگویم نمیایم موچیب جان امیال داوز داوز میویلم داوز لندل آسا مصطفی عزیز یار او فرزانه صمیمی رزی اوز مونگو خواهد من بچک چکی ورتبو که ما تیویلی به افتخار شان
سلام خدمت همه مهمانان گرامی که اینجا تشریف دارن و اعضای کمیل اعظم ما را بیننده هستند. دومین سالگرد طلوع را به شما مبارک باد میگم. ما هم به نوبه خود به همه مهمانای عزیز خود سالگرد طلوع را تبریک میگم. کنترل میمونای دیگه خیلی آسان است از یا بسیار مشکل درست. خب ما هم برای شما تبریک میگیم، برای مصطفی جان، برای فرزانه جان. 10 سال است که ما شما یک جای هستیم و واقعا که خیلی خوش گذشته. ولی از زمانی که من شما را خاله میگفتم خوش میکنم. با شما دو همکار مقبول هم تبریک. سلامت باشین. سلامت باشین. من میخوام یک سوال برای از فرزانه جان داشته باشم. هزار دفعه هزار. قلب من تکان گرفتم. یا خدا خیر پیش بیاد. نترس. این سوال کردن بسیار آسان است، من تو جواب دادن بسیار سخت. حال از دل دگار اومدم. خب از زمانی که خودت تازه آمدی قدم گذاشتی به طلوع تا این لحظه، خب زیاد محبوب شدی، بدلها جای گرفتی. چند بار شده که در تاکسی وقت خودت بالا شده باشی ازت پول نگرفته باشه تاکسیران؟ برخلاف به خدا بسیار نقص کردیم در اینجا. وقتی که ما میرم در تاکسی یا جای میرم چیز خریدن، دو چند سرم قیمت مفروشن به خاطر که فکر میکنن که بسیار پول دارستیم. یک چیز ما میخواستم بگویم که امی لحظه که ما پشت صحنه بودیم، ما مجیب جان بر سر از جنجال داشتیم که در پالی فرزانه جان یکی ما باید استاد نشیم بخاطر نام خدا قدش بلند است. امروز امو بوتای خدا پوشیده که دو کوری داره. راستی که این مشکل ما در دفتر دارم، زیادتر خورخنده این پالیم استاد نمیشم، رایم نمیرم، میگه از قدت ما میشرمیم چطور کنیم. اونتا جالبی است که همیشه باز فرزانه جان امروی کسی که میگرده قدشان تا اینجش است. دیدین که گفتم کنترل از یه مشکل است. خودشان شروع کردن. دوستا مصطفی عزیزیار به نام لقب صدای طلور دارد در بین ما و همچنان فرزانه جان صمیمی به نام مادر کلان طلو مشهور است. در این قسمت ما میخواییم که امو خاطرات اونا را و از اونا را زنده بکنم. دیگه دل کارگردان برنامه که اول بسته تصویری فرزانه جان رو پخش میکنه و یا هم از مصطفی جان. از مصطفی جان رو میبینیم با هم. مقصد من است و میکس را کال میبینیم. تو منیست و خورک خوردم بود. سلام هموطنان عزیز، فامیل های گرامی، جوانان عزیز و همه عزیزای کمیل عزه، بیننده برنامه لس هستیم. چای با عزیزیار. چون ما شنیده ایم عاشقی بسیار مشکل است. با خود کجو، با ما کجو، با خلق خدا کج. اگر کامیاب مگردم وای بر تو، اگر کامیاب تو گردی وای بر من. زنده باد. این عکس که شما میبینین دو شخص مختلف بود. البته او وقت مود بود که اون رقم باید میبود. نجاب میکردم اون رقم میبودین. مویای آدم باید سیخ میبود و کمربند هم شخ تا آخرین نمو چی سراخش باید بسن بود. جان، بدون از کارهای رسانه‌ای دیگه چی چیزها از طلوع یاد گرفتی؟ ایده جدی بگویم یا شوخی کنم؟ یک نیمیشه جدی بگو بعد بیاد شوخی. خب چیزهای زیاده یاد گرفتیم. بر من طلوع یک دانشگاه بوده، پانتون بوده که چیزهای پس سر شوخی بیام. سر شوخی که بیام، اولین باره که در طلوع آمدم کمپیوتر خیلی ماشین حساب میکردم. و امروز خوشحال هستم که در جای هستم که میتونم میلیون ها بیننده را خوش بسازم و با برنامه هایی که آماده میسازیم میتونم که یک اندازه مردم آزار بتم بعض وقتا و بعض وقتا خوش بسازم میشن. و اینجا همکارای بسیار نزدیک مصطفی عزیزیارم در امید کنج نشستن، ما برشان یک سلام میرسونم. مسعود احمدی، احمد پوپل و حسن موسوی کارگردان برنامه هاپ. البته هاپ مطمئن است همه کس فراموش نکرده. 4 آهنگ داشتیم، 7 نطاق می بود و هر کدام ما 20-20 ثانیه وقت می رسید که ما گپ بزنیم. و حالا هم کوتا از فرزانه جان صمیمی رو می بینیم. یک بسته تصویری کوتا. خب خانمای عزیز و دوست داشتنی، بخش تدبیر منزل است. خانه هفته را که همه شما با او علاقه دارین و لذت میبرین بودن در یک خانه زیباره. البته که ظروف روز به روز متنوع شده میره. خب دیگه بسم الله کنین، آغاز کنین و کارتون چی کارو؟ حالا
خدا کنه جور و صحت و سرحال باشین و برنامه امروزی را تعقیب بکنه. سلام و صد سلام خدمت شما دوستداران عزیز برنامه بانو. السلام علیکم خانواده عزیز، بانوهای گرامی، نیمروزتان بخیر، خدا کنه صحتمند باشین. خوش هستم که در برنامه قاب گفتگو با شما هستم. در زمان آرایشگر ما مقدر بسیار چی نبود، لایق نبود. منتها من به آرایش مقبول هستم. یک دفعه من دیده بودم اتان بر سه روز گپ زده نمیتونستم بدون آرایش. فرزانه جان خب کمی تغییر کرده، اما دکتر صاحب یاسینی ببرک هیچ تغییر نکرده، فقط درجه آینکش یک درجه ضعیفتر شده. یک چیزی که از اون وقت حال است، او وقت هم دکتر صاحب در برنامه بونو اول سلام علیکی میکرد، آلم دکتر صاحب در برنامه بونو اول سلام علیکی میکنه. خب تشکر میکنیم از فرزانه جان صمیمی و مصطفی جان. ما این رقم نمیدونم از مجیب جانم، ما میخوایم ببینم دیگه، تو نمیشه مجیب جانم اول که در طلوع آمده بود این رقم نبود، رقم مقبول، بسیار مقبول بود مجیب جان، بخی صفحه ایدام بود. آفرین ضرور نخود باشه برو پلی کنین. ما تصمیم گرفتیم که یک برنامه ای رو بسازیم به نام مهمانیار. باش که پیسه شروع رو باید بکشم ارشان بیل بزنم. آلی صاحب میکنی چیگه بازی؟ نه ریکارد میکنه دیگه دیگه دایی تحسو سخم لارو رو کزه کشید لطراغی هسته. اولین بارم هست که ما باختیم، فکر نمی خپل د ګلاغانم پر تاسو باندې چاک شه شو. هاي میدان او تای میدان سلام مدینه. هاي امس جمعی بزرگ هرات و باستان یادگار مبارکی از نیاکان یک تاپرست و اجداد هنرمند ماست. شما ما بخی میبرم یالا میگم میگم کم چی اگاینک بونو میگم. ای بڑی پاجی چھوٹی پاجی ڈھول بجائی پنگڑا پے میگن. اگر شما لاہور ندیدین هیچ فائدہ هم نشدین، چون خودت مهمان ما هستی مجیب جان. بگی دانه تشیرین تمام تماشاگران عزیز خوش آمدید میگیم با بازی نهایی فصل سوم لیگ برتر افغانستان روشن. یک ملت یک صدا. خب این هم بود مجیب جان. بسیار زیاد تشکر مجیب جان، تشکر از اینکه بیا به ما کردین. ما یک موضوع رو میخواستم بر دوستا بگیم، بعد کسا میگن که والا او مجیب چقدر تغییر کردی. حالا اما اگه انتظار داره که 10 سال بعد ما باید امو کودک میبودم. ما یک خاطره بسیار جالب از ما و مجیب جان میگم که یک روز رفته بودیم بازار، ما دیگه هم تو قاف نیوار لاغر، مجیب جان نام خدای کمک هم تو پندیدگی، یک کس آمد طرف مسایی کرد گفت وی در گفت هیچ لاغر هیچ چاق نمیشه خودت. امیروش در خود طرف او تو چقدر چاق هستی. یعنی که هر رقم باید باشین مردم گپ میزنن. به هر حال تشکر از همه مهمانان عزیز، امیدوارم لذت ببرین از برنامه. سلامت باشین، بخیر باشین. واقعا کار در طلوع خیلی زیاد خوشایند است، کارم یک ذره بسیار خوشایند است. مرا در انگلیسی میگن لکی، بچه لکی طلوع، چون برنامه ما زیادتر برنامه سفری و سایر سیاحت و مهمونی اوناست، اما در مجموع کار با همکارا برای من بسیار خوشایند است و خیلی دوست دارم. تشکر. تشکر از مجیب جان، اگر فرصت بدیم شما هم کسی های میدان نمیتونم. تشکر میکنیم از همراهی شما دوستان عزیز. یک وقفه کوتاه داریم ولی هیچ جای نرین، منتظر همکار خوب ما قاسم جان باشین. بشینین ات ضرورت نیست استا چین بشینین. خوب خوش هستین دیگه که نان شوتون سر طلوع چپشتا. یک وقت اگه یادتون باشه سریالای طلوع که بود، اول از سریالای هندی شروع کردن، مثلا تولسی و گپا، سریالای تولسی بیا که بود تا اولا که میآمدن یک هفته فکس بود نفر نشان میداد، یک هفته ما بود سعی میکردیم تنها تا کو نفر میبره دوام سعی میکرد مکنه بهتر یا خشه آدم. یا چند قسمت از سریالا آماده است ببینیمش و همکارایی که زیاتر دوبله میکنن چه رقم دوبله میکنن. آها این طفلکم چقدر مقبول است تولسی؟ بسیار مقبول است این طفلکه پامپرس نداره؟ چرا؟
میگنده تو حالا این طفلک بسیار زیاد مقبول زیبا است. این طفلک یک ساله است عزیزم، به این پمپرس نمیپوشانیم. وی چی میگی تو؟ خاک در سرت شوه، توش پیپر تاو بیده دگردش. های 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 چی گپ شده باز؟ نیک طلوع ده ساله شد هم با تابال زنده است. ما برم یک بار سعی کنم که هم با زنده است. برینا آقای بجاج این چی رشخندی است؟ ده بار است که میموری و پا زنده میشی. تولسی خودتان چندمین بار است چوار میکنی؟ این بار آخرت باشه کارسی کنی. فامیلی گپ یا نه فامیلی؟ فامیدم 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 بازم فامیدم و میفهمم دایندم بازم روسی میکنم. ما باید خود کاندید کنم. هر رقم که میشه کاندید کنم در مقابل شیروایی خود کاندید میکنم. کالیفرنیا سمپلی ویس دوباره چی گپ میزنه؟ حتما اگر جور نامدیم باز مجبور که جان کریره بخواییم. کار دایی؟ عزیزم این بروتوهایت چه وقت کل میکنی؟ تا چه وقت این بروتوهایت خواهد در اندله با اسکل باری معلوم شد؟ ای دشت چقدر مقبول است، ای دشت چقدر زیباست، هر وقت نامزاد شدیم نیمیشه کل میکنم. ولی تا وقتی که خودت مر اجازه بیتی ما کل نمیکنم. مثل مایی هستی که در دلمشه تلک میزنی. من میفهمم خودت بقه وارستی، ولی من دوستت دارم. فریحه تولسی، فریحه دخترم، اگه ای بار گپ مرا نکدی آرستی دکت امید نظامی خواد کردم. فهمیدی که چی میگم برات؟ اگه امید نظامی را قبول نداری زبیس تالفی آماده است. فهمیدی گپ ما که چی میگم برات دخترم؟ قسم میخورم به سر بیبیت که ای بار آرستی تو را حتما میکنم، هر رقم که شب آرستی تو را میکنم. یک هنرمند باسر بالای میگفتی پدر که دقل سلرای خو میداشت چی؟ دلت هست که تو را به جاوید اختری نکا کنم؟ یه جمکان نداره فامیدی دخترم. تا اولاد تصمیم گرفت که سریال ما را بند کنه چون عشق ممنوز. این دریا چقدر مقبول است، کاملا مثل بند قرغه. واقعا این جالب است، این پرنده را سیکو خودت هم مثل کناری باری سیزم. چی؟ دولت بند میکنه سریال؟ دولت سریال را بند میکنه. با تشویش شدیم دیگه، شهرت ما از بین خود رفت. چی خواد کردیم اون را بند کرد. دیدی سایکو اون را بندش کرد بالاخره، بندش کرد بالاخره. تشکر از همتون، خوش آمدین و آرزو دارم از برنامه لذت ببرین. با افتخار آریانا سعید. و موجب جان خو نگفت، موجب جان خو نگفت، به افتخار آریانا سعید. سلامت باشین، تشکر از قسیم جان ابراهیمی. و این سریال ها بخی، سریال های طلوع زیاد کسا را و ما را از کارم کشیده. اگر نیوقع کارم نداریم. بخیر باشین، تشکر قسیم جان. تشکر از شما، سلامت باشی. تشکر. کم خنده دادی شون یعنی؟ والا مود ما فوت مقصد خنده منده کردن بکرم. بخیر باشین، زیاد تشکر. ویژه برنامه یک دهه طلوع وقفه نداریم، اما کی میای آره آرینا جان؟ در این بخش برنامه میخوایم که معرفی بکنم یک خانم را که افتخار کشور ما هستن، آواز بسیار زیبا دارن، از خارج آمدن در افغانستان خدمت میکنن. همین لحظه یکی از داورای ستاره افغانستان، یعنی که افتخار شهلا جان زلان کف ما کم بزنید دوست عزیز. موسیقی
نیست شوقی که زبان باز کنم از چی بخوانم من که منفور زمانم چی بخوانم چی نخوانم چی بگویم سخن از شد که زهر است بکامم وای از آن مشت ستمگر که بکوبیده دهانم نیست غم خوار مرا در همه دنیا که بنازم چی بگیریم چی بخندم چی بمیرم چی بمانم من نه آن بده ضعیفم که زهر باد دلرزد دخت افغانم و برجاست که دایم بفقانم یاد آن روز گرامی که قفص را به شکافم سر برون آرم از این ازلت و مستانه بخوانم همه ناکامی و حسرت که حبس ساده همومون بباید بدهانم دانم ای دل که بهاران بود و موسم عشرت من پربسته چی سازم که پریدن نتوانم که چی دیر خاموشم نرود نغمه زیادم زان که هر لحظه در نجوا سخن از دل برمانم من نه آن بید ضعیفم که زهر باد بلرزد دخت افغانم و برجاد که دایم بفقان شلوجان بسیار زیاد خوش آمدین. شام شما بخیر. خوش باشین. تشکر. زنده باشه. میروان هستین. و بدون شک که نقش و سهم خانما و دخترا طلوع را بیشتر زیبا ساخته. تشکر. زنده باشه. انوال آخر هم میتونم هست. با شما تا زیادتر زیباست. زیبا. زیباست. واقعا شلوجان امشب بسیار بسیار مقبول مالا میشین. نمیشن دوستای عزیز؟ میشن قلی ناجان هم بسیار مقبول زیبا واقعا زیبا یاد ما هستیم که اینجا نه آب خوشتیب ماشالله خوشتیب خوشتیب مجیب جان اولا که دومین سالگرد طلوع را من تبریک میگم به خود تلویزیون طلوع کارکنانش و بینندگان بسیار بسیار زیادش هیچ چیز بدون زحمت به دست نمیه اینا اینقدر زحمت کشیدن در هر ساحه چی اجتماعی بوده
چی فرهنگی بوده، چی سیاسی بوده، اینا کار خدا آنقدر خوب پیش بردن که این همه بیننده داره در سراسر کشور و در خارج از کشور. و در این زمان دهمین سالگرد ستاره افغان هم هست. چک چک. در صورت انشالله که همیشه و شما دوستان عزیزی که تشریف آوردین تشکر و به شما هم تبریک باشه. یک گریان هم که نکنین نمیشه. نه. اگه ما گریه کردیم راستی واقعا گریه کردیم. بینی از دل و جان گریه کردیم. وقتی گریه نبیه خود نمیه. ولی خدا نکنه که ما دیگه گریه کنم. بعد از این ما هیچ وقت نمیخوایم گریه کنم. فقط میخوایم خنده کنم و میخوایم که شما همگی خوشحال چون یک تغییرات آمده. دلهای همگی ما خوش است. انشالله که مملکت ما رو به بهبودی است. انشالله با امید خدای بزرگ. نه گیریان شما خوش ما می آید؟ لیاز اگر گیریان نکنه گیریان پیش می کنید؟ نه با خدا تمام کسایی که مرا دوست دارد میگه شالا جان به لیاز خدا گیریان نکن که ما مثل اگر خنده میکنی خنده میکنیم، اگر گیریان میکنی گیریان میکنیم، به لیاز خدا خنده کو گیریان نکن. شهلا جان شما از ستاره افغان یاد کردین. من میلازم پیشتر شنیدم که ستاره افغان دوباره هفته آینده شروع میشه. با این قدر استعدادا و ستاره‌ای که آمدن و رفتن با این همه فصلایی که تیر شده فکر میکنین که هنوزم ستاره باقی مانده باشه، استعداد باقی مانده باشه؟ چرا نه، استعدادا بسیار زیاد است و امی که رو به هنر و موسیقی این جوانان ما، چی دختر چی خانم ما چی جوانان ما که میاین و شرکت میکنن، من میفهم که بسیار طرفدار دارن چون موسیقی یه چیز فوق العاده خوب است. یعنی از نظر روحی شما مثلا نان میخورین، نهار میخورین، خانه که میخواین میخواین که موسیقی خوب بشنوین و ما میخواییم که تولید کنیم خواننده‌های خوبه، جوانای خوبه. بله. و هنوز ما استعداد خودم امتحان نکردم. از امتحان میخوایم بگیرم. بخیر باشین، بسیار زیاد تشکر میکنیم از شهلا زلان. و قبل از وقفه یک زمزمه شهلا جان برای ما و شما دارن، پس از او میریم به وقفه. ابی ابی بردی رو میخوایم براتون، برای طلوع میخوایم بخوانم. بفرمایید. اوکی. هپی بردی تو یو، Happy birthday to you. Happy birthday, dear Tolo. Happy birthday to you. Wakfa. آسمان بگوی با دلبران رسانه، با آسمان بگوی با دلبران رسانه، احوال قلب ما را با عاشقان رسانه، احوال قلب ما را با عاشقان رسانه. لا 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 آسمان بگوی با دلبران رسانه، با آسمان بگوی با دلبران رسانه، احوال قلب ما را با عاشقان رسانه، احوال قلب ما را با عاشقان رسانه. لا 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 ل
آسمان بگوی با دل بران رسانه با آسمان بگوی با دل بران رسانه احوال قلب ما را با عاشقان رسانه احوال قلب ما را با عاشقان رسانه سلام به تمام میمانای عزیزی که تشریف آوردن و سلام به ستاره هایی که مثل طلوع می درخشند. به افتخار ستاره افغان. همتان خوش آمدین. منتها به نمایندگی تمامتان می خواهیم از 3 نفر سوال داشته باشیم. اما قبل از او 10 سالگی طلوع را تبریک میگم به تمام فامیل طلوع، خانواده طلوع و همچنان به بیننده های عزیزی که تا به حال ما را می بینند. آرش جان، جشنواره اول ستاره افغان یادت است؟ البته، البته. جشنواره اول ستاره افغان هم برای تمام مخاطبینش تازگی داشت و این تازگی شور و شف عجیبی را بین تمام مردم ایجاد کرده بود تا اینکه بخواین دنبال بکنن و از این راز سر در بیاورن. اجازه بدین که من هم تبریک بگم 10 سالگی تلویزیون طلوع برای تمام کارمندایش و همچنین مخاطبین عزیزش. بسیار عالی. از جشنواره اول خاطره داری؟ البته یا خاطره تبانیم. خاطره دارم. من کارت گرفتی یا چی رقم شد؟ برنامه توری بود. من همزمان داشتم درس میخواندم. حفیظ جان بسیار مرا به تنگنا گیر کردی. من همزمان دانشگاه درس میخواندم و یکی دو برنامه هم آمدم. ولی نه کارت نگرفتم در برنامه و رفتم دیگه. و یک سوال از لطیفه کنیم. لطیفه عزیزی کسی که در جشنواره چندم؟ هشتم. حساب جشنواره از یادم رفتنه. جشنواره هشتم بودن. لطیفه جان، علاقمند کدام یک ستاره بودی وقت در دوران مکتب بودی و به کدامش رای دادی از بین ستاره ها؟ خب اولتر از همه سالگرد طلوع را به تمام کارمندایش تبریک میگم و همچنان سلام خدا تقدیم میکنم به هموطنان عزیزم که همین لحظه تلویزیون طلوع را تماشا دارن. تشکر. و علاقمند همشان هستم. زنده باشین. تشکر. و نجیب جان، بسیار زود خوش آمدی. از جشنواره دوم ستاره افغان میخوایم کوتاه خاطره ای که اگه داری، پشت صحنه، پیش صحنه، روی استیج، کدام آهنگ سرت سخیلی کرده بود، میشه قصهش کنی؟ به نام خداوند جان و خرد که از او برتر اندیشه بر نگذرد، سلام خدمت شما و تمام مهمانای عالی قدر که تشریف آوردن، همه عزیزا که اینجا آمدن امشب. ما در اول میخوام که دهمین موفقیت شما را تبریک بگویم. اما پروسه ستاره افغان که ما در جریان بودیم خاطره پر خاطره بوده، ولی یکی از خاطراتی که بسیار برای من جالب بودی بود که زمانی که نتیجه را اعلان میکرد و ورق داده سه استاد گل زمان سه بود که میخواست اعلان کنه، او میخواست که بسیار مخفی تر ورقه ببینم. او را دیدم، وقتی که دیدم دلم جمع شد که برو ما اونجا نشسته بود که نجیب محمودی.
اور نامه که خواندم دهی فکر رفتیم خو اینا احساسات تا کنترول که اول خوشیدی و تشکری میگم از تمام خیزه خودت زدی؟ هم یه خیز زدن خیزه داود صدیقی زدک هر جای که سلام مرتقدی میشون میگم و از تمام عزیزای ما که رای داده بودن بازم 10 سال بعد یا 8 سال بعد هم تشکری میکنم دقیقا تشکر و حالا دوستای عزیز از ستاره ساز دعوت میکنیم به افتخار قاسم رامشگر روی استیج میخوایمشان به افتخارشان سلام علیکم بسیار خوش آمدید سلام دوستای عزیز ما به نوبه خود دومین سالگرد طلوع رو بر شما تبریک میگم و یک موضوع دیگه ستاره افغان یاد کله گرفته جشنواره دوم دراز دقیقاً یک چیزی که از یادم رفت رامشگر صاحب که یاد نکردن مجیب هم از یادش رفت دوستای دیگه هم که جشنواره ستاره افغان هم 10 ساله شد دقیقاً با گام های طلوع گام مان و انشالله که جشنواره دهمش هم بخیر بگذره در روزای نزدیک است جشنواره من متیقن هستم که جوان ها آگاهانه اشتراک خواهد کردن بله. و در رابطه به این که آیا شیوه دوریتان دیگه هم جدی تر خواهد شد؟ خب این که جدی یا غیر جدی مگر معیار را در نظر خواهد گرفتیم مثل همیشه و من بسیار خوش هستم که سال به سال سطح بچه ها بالاتر میشه مثلا از جمله کسایی که سال گذشته آرش عزیز کسی بود که آگاهانه آمد در برنامه حرفای خود داشت بر علاوه حرفای موسیقایی حرفای دیگه هم داشت یعنی عباد دیگه را در گپای خود در نظر داشتن من متقین هستم امسال هم کسایی را خواد داشتیم که در موسیقی افغانستان جا بر خود را بر خود باز خواد کرده دقیقاً به افتخار ستاره افغان ما و به افتخار رامشگر صاحب یک کف و دوستایی که علاقمند هستند به ستاره افغان جشنواره دهم راجستر کنن خدا بیاین میبینیم طریقه راجستر کردن و بعد از اون فراموش نکنین که یک بخش جالب خواهد داشتن با همکارایم که بخش 100 ثانیه نیست 10 ثانیه خواهد بود ما برگشتیم آماده شوید برای رقابت دیگر برای اشتراک در بزرگترین جشنواره موسیقی در افغانستان و 456 تماس گرفته کلید 1-05 را فشار داده و همچنان از طریق شماره 0781-23-51-21 و 0790-13-23-26 ثبت نام نمایید و از طریق صفحه رسمی ستاره افغان در هر جایی که هستید می توانید آنلاین ثبت نام نمایید
نپروریدم من میره میهنی خیش در سینه پروریدم من میره میهنی خیش دامان که سارش چون کبه نیازم آغوش پاک میهن باشد بهشت نازم عشقش بود و قلبم مهرش سرود و سازم عشقش بود و قلبم مهرش سرود و سازم بسیار زیاد خوشحال هستیم که در این بخش از اسطوره های موسیقی میهن ما استاد وحید قاسمی با ما است و با آهنگ زنده خود قلبای ما را شاد ساخت. بازم یک بار دیگه به افتخار استاد یک کف محکم. سلامت باشین. استاد قاسمی از جمع آوازخوانایی است که واقعا اسطوره موسیقی برشان گفته میتونیم و همچنان آهنگ های بیاد ماندنی شان جا داره که در اینجا یادآوری کنیم. من مطمئن هستم که در قلب هر شنوندهش جا داره و آهنگاش. تو گل منی، آهنگ چی خوبی، میشه در باغ دو چشمایت، یکی از یعنی آهنگ های بهترین آهنگ های شما است. زنده باشین شما. چند بار هم ازشان خواهش کردیم کمک در نشر خوب نمیره، گفتیم دوباره خوانی کنن. من نمیفهمم چی تصمیم دارن. قاسمی صاحب اجازه بدین که یک بار تکنیکی بده. با تقدیم سلام به شما عزیزانی که اینجا حضور دارین و بینندگان عزیزی که ما شما را میبینن، خوش استباد دومین سالگرد طلوع، طلوعی موفق، طلوعی که زمین اساس خوبی ها آوردن سال، همبستگی، پیام مردم را به گوش مردم رساندن و در کل به نظر ما تلویزیون طلوع با مدیریت عالی که از مو نخست تعداد گذاری شده تا امروز میبینیم که بسیار دستاوردهای بزرگ را به اصطلاح پیشکش مردم خود کردن و خوبی دیگه طلوعی است که هر فرد یا هر کارمند طلوع را وقتی که میبینیم شما اینطور تصور میکنیم که خودش رئیس تلویزیون طلوع است، یعنی با محبت، با صداقت و با پشتکار کار خودم میکنن و همه مسائل باعث شد که ما هم در جمع عزیزا پیوستیم و همکار تلویزیون طلوع شدیم. تشکر. سلامت باشین، بخیر باشین. یک کف
مرخم بخاطر توصیف تو شروع میکنم. بسیار تشکر میکنیم از استاد وحید قاسمی، زلی صاحب و آرژان بارز که در این بخش با ما بودن. قاسمی صاحب با ما هستند، اما پیش از او یک وقفه داریم. پس از وقفه بازم دو بخش خیلی جالب از دوست های عزیز ما را تنها نگذاریم. گردایتان آماده بانیم که باز بعد از وقفه خوب خنده میکنیم. دوستا توجهتون رو جلب میکنم، خدا کنه خیرتی هم باشه. همکارای ما گفتن که کدام خبر عاجل رسیده و دفتن ماشاءالله که تمام همکارای خبری ما، تمام دوستای ما همینجا هستن. دیگه از خود استودیوی خبری رفتن نمیتونیم، اما خبر عاجل خود از اینجا میریم. فقط شما دعا کنین. با مجموع خبری این ساعت با من قسیم سیاوش خوش آمدید. مسابقه بال جنگی در کشورهای بین دول و لبنان برگزار گردیده است. با عزم حضرت بین دول و لبنان برگزار گردیده است. این کار سربازای ویتامینی را نیز این کار را با عزم حضرت این کار را سربازهای ویتامینی نیز استقبال کردند و اشتراک کننده های این بازی اشتراک کننده های این مسابقه کشمش های زیادی را پشت سر گذاشتندند. برای بحث بیشتر استاد گلزمان را از پنسیلوانیای آمریکا با خود دارید. آقای گلزمان سلام بر شما. چگونه میتوان که تمام پخته ها را به آسمان نیویورک بالا کرد؟ آقای گلزمان صدای ما را میشنوین؟ با عذر معذرت فکر میکنیم اسکایپ ما اینترنت خلاص کرده است. تا لحظات دیگر. لحظات اوقات خوش برام شما آرزو دارم. مجموعه کسی سلامت سر حال باشه. خوش آمدید به برنامه ایمینیو، یعنی برنامه خودتان. آهنگ بسیار مقبول زیبار برای شما تقدیم میکنیم که این شعر و کلپ و کلسترول حسابش ده بار بود شده. آهنگ بسیار مقبول زیباست از او بیجان چاق کلوله مقبول زیبا. آهنگ بشنوید، بازم مرا تحمل کنید. بازم حضرت درود بر روان پاک دوستان. این بار دریچه کاخ بلند دره دری را این گونه باز می نماییم. یکی از شاعران دره دری احمد شاگل سمنگانی که شعر مقبولی را تقدیم شما کرده است، ام نگاه من باشید، امرای ما یک جای بغلدید. سلام با ورزش دوستان و فوتبال دوستان. قسمی که در اسکرین شما امیل ازا اینال تماشا میکنین، مسابقه بسیار داد مقبول زیبا بین شیک پوشان آمو و همچون زلدرازان البرز و بالاخره شاگوگو میزنه گله و گول. بسیار مقبول، بسیار زیبا. شاوی پاس مندازه، شاوی پاس انداخ و بلا ناز بوبو کلا میکنه، مندازه شب شایما افتاو گل میده پشت توپ و بالاخره مینا توپ میگیره. آنقدر زیبا و سری بازی میکرد که کاملا متعجب کننده است و بالاخره شاوی و شاکوگو و گول که نمیشه. و بازم شاوی میده من که شاوی طرف مینا دویده رئیس و آلام تیم بسیار پر گول، واقعا پروگولی بودن که سیبر قلبوز و بالاخره با کله گول گول. دمایوان نتالان یا لوبغاره چه پاس ورکوانی کبی او بالاخره آن و گول که آن و بالاخره که بسیار پاس محبول زیبا را میکنه و آقای گول انتخاب میشه و بالاخره گول و بازم گول. تشکر از همه شما. شب بر همه شما خوش. با افتخار قسیم ابراهیمی با عذر معذرت که را غلط کردم. سلامت باشین و ما میخوایم که جا داره که یک کف محکم هم برای
همکاران بخش خبری ما بزنین برای شجاع زکی که 10 سال خبرهای شش تقدیم میکنه و همونطور تمام خبرنگاران بخش خبر ما که خبر سر وقت و خبر عاجل در موقعش بر ما و شما میرسانه. اوه ای چی است؟ هیچ خبر نشدیم ما گیر آوردن. بله و ای هم که امشب قطع میشه و اولین کیک است که دفتر ای خرچه را کرده بعد از 10 سال ای را گرفته و بخیر ای را پس از یک وقفه کوتاه در جمع از با جمع از همکاران ما و خانواده طلو ای را توته خواهد کردیم. ما برم امو کارد و چاقو را بیارم اما پیش از همه یک وقفه. یک دهه گذشت، 10 سال و امروز ویژه برنامه یک دهه طلوع است و حال هم امو لحظات آخر برنامه که امو کیک و امو قسمی که مراسم می باشه و در سالگرد توت هم میشه ما هم از او پس نماندیم و کم نیستیم. امینجا کیک طلوع هم آماده است در جمعی از دوستان همکاران خیلی نهایت مهربان و خوب ما هستیم. دیگه فقط منتظر کارد هستیم که بخیر کارد برسه و کیک توته شوه. اما یک مایک داریم دوستا. میخوایم از دکتر صاحب اول پرسان بکنم که 10 سال چطور گذشت و حال چی احساس میکنی ای که حال قصه 10 سال یک لحظه ببر. من نگو که 10 سال یک لحظه من قصه کنم. 10 سال چطور گذشت؟ سیر شد دیگه، ریشم سیاه بدین سفید شد. حال مهمی است که کاردم نیست بوده جیم من 5 بوکس هست نمیشه. خب اما مثل آقا داماد که کیک توتا میکنه و باز کارد گم میشه، امشب هم کارد در یکی از جیبای امی دوستایی که میجه هستن است. اینال او به شرطی رو میکشه نفرش باید معلوم شود که یک ذره برش پول میتین یا برش یک چیز جایزه میتین چیزی. آلو خیلی اصد دیجه او جا خرواج است یک سر رقص میکنه باز میگه آقا جا تو پتکان نیست خیلی بگیرین کارد. خب از بزرگا خواهش میکنیم که بیان بخیر. استاد مددی تقاضا میکنیم که بنمایندگی از چی امی کیک اینا قط بکنن. یعنی دو نفر. بله یوسف قاسمی صاحب شما هم دوست طلبانم که بیاردیشون برکتی شوه. استاد مددی قاسمی صاحب شما میتونید. اما پیش از او یک حساب میکنیم اگر همکاران که تو کلگی بفهمه که کدام لحظه کیک توته میشه. لحظه شماری از 10 شروع میشه. 10 9 8 7 ده نو هشت هفت شش پنج چهار نشد ده نو هشت هفت شش پنج چهار سه دو یک. واو بر تو نتابد تفسون پیری در عاشقی ها بزنده که تمام دوستا دل خدا یک خونه هر کس کنه باید خودی که قربان شما بخیر باشیم. خاطره کم شد خاطره جان خاطره کجا رفتی؟ عدیه جان خودتان بیا برخواه بیا عدیه جان خاطره جان خودتان بیا با سبا کتان در دفتر کار داره. بسم الله فرزانه جان، فرزانه جان، بیه همکار بسیار خوبیم در 10 سال ادامه گردانندگی به دوش دکتر یاسین ببرک است. دکتر سیب، همون طرف اگر دوستا آواز بگیری طرف شجاع جان، مسعود جان و دوستای دیگه. مسعود جان سنجر وکل سیب بفرمه. نه نه
خبرنگارا با کاملا چون گل بخندی در زندگانی با تو جاسم امروز سال چند روز رخصتی کردی؟ والا رخصتی هفته دو روز حساب کنین دیگه. خب. منتها یک رخصتی دامداری که گرفتیم 20 روز. شش بجه در تلویزیون. آمورا گفتم براتون در هفته 5 روز هستم یکن رخصتی دامداری که بوده در محفل عروسی بود. خب. خیلی عالی. مسجد جان یکم شما میشه مسجد گردانندگی رو چیز بوی؟ تشکر از همه ملت افغانستان که ما را حمایت کردن. ما به حمایت شما ضرورت داریم و تشکر از تمام مهمان ها که تا حال با ما بودن. برنامه خودم اینجا ختم میکنیم و ما شما بخیر، 10 سال بعد بازم میبینیم. تشکر. آرنا جان سعیدم باید اینجا با ما میپیوست، اما خیر هنوزم دیر نشده و برنامه را با یکی از آهنگای زیبای آرنا سعید اختتام میتیم و حالا هم یک آهنگ زیبا از آرنا جان. ما شما هم اینجا میباشیم که تنها زیر تاثیر نره و دق نبره. ستاره های عاشق کهکشان نسیم خطه وفا کشیدم